بعضی وقتام هم شنیدم که میگه آقا این کارت رو نگیر بابا بدبختت میکنه یکی گرفت بیچاره شد آره سلام به کانال آلمانی نیوز خوش اومدید یه دونه ویدیو گذاشته بودیم طریقه ثبت نام مسترکارت گلد رو بهتون تقریبا آموزش داده بودیم که میتونید اونو از لینک بالا که میذارم یا زیر ویدیو لینکش گذاشته میشه میتونید اونو حتما ببینید اگر بخواید درخواست بدید برای مستر کارت ولی سوالات زیادی برای افراد مختلف پیش میاد چه کسایی که این کارت رو گرفتن و چه کسایی که این کارت رو نگرفتن ما میخوایم توی یکی دو تا ویدیو در مورد مسترکارت هر چیزی که هست رو بهتون توضیح بدیم توی این ویدیو فقط مزایای استفاده از مسترکارت رو بهتون میگیم توی ویدیوی بعدی در مورد معایبش میگیم و تا این دوتا ویدیو بیاد شما فرصت دارید سوالاتی رو که دارید زیر همین ویدیو یا افرادی که توی اینستاگرام ما رو دنبال میکنن میتونن اونجا هم سوالات خودشون رو بنویسن و در ویدیو آخر میایم به تمام سوالاتی که پرسیدید پاسخ میدیم پس اگر هنوز ثبت نام نکردید میتونی اون ویدیو رو ببینی لینک ثبت رو گذاشتم حتما از اون لینک استفاده کن توی همین ویدیو در موردش توضیح میدم که چرا از اون لینک باید استفاده بکنی هرچند که زیر همین ویدیو هم لینک ثبت نام برای مستر کارت گذاشته میشه پس بریم ببینیم این مزایای مستر کارت چیه قبل از اینکه من بیام و مزایای مسترکارت رو توضیح بدم یکی دو تا نکته هست که باید بهتون بگم نکته اول اینه که وقتی ثبت نام میکنید شما یک نامه ای برای شما بعد از یک دو هفته میاد که توی اون کارت شماست و شما یک کاغذی اونجا هست که باید اونو امضا بکنید و توی پاکتی بذارید که خودشون گذاشتن توی پاکته و برای شما فرستادن. اگر این کارو نکنید اون کارت شما فعال نخواهد شد. بیشتر برای امنیت شماست یعنی شرکت بدونه که کارت به دستتون رسیده آدرستون درست هست و بعد از اون رمز فعال سازی رم براتون میفرسته که میتونید کارتتون رو فعال کنید پس حتما پشت گوش نندازید و وقتی که اون نامه اومد امضا کنید و برش گردونید نکته بعدی که باید بگم همین لینکیه که هم زیر این ویدیو و هم زیر تمام ویدیوهایی که در مورد مسترکارت هست ما قرار میدیم اگر خواستید از اونجا بتونید ثبت نام کنید چه مزایایی داره این لینک این لینکیه که اکثر شرکت ها برای بازاریابی و تبلیغات خودشون که مشتری بیشتری رو بگیرن این لینک ها رو میذارن چه اتفاقی میفته توی وبسایت وقتی میرید به شما میگه که اگر از طریق اون لینکی که بهتون داده میشه یه کودیه که بهتون داده میشه کسی بیاد و ثبت نام بکنه حداقل 20 یورو به شما و 20 یورو به شخصی که ثبت نام میکنه پرداخت میشه امروز 14 ژانویه 2022 شرکت گفته بوده کسایی که از طریق این لینک از ماه نوامبر یعنی یک نوامبر 2021 تا سی مارس 2022 بیان و کارتشون رو بگیرن و با اون کارتشون خرید بکنن لازم نیست خرید بزرگی باشه یک خرید از آمازون میتونید انجام بدید که فقط کار کرده باشید با کارتتون هم 60 یورو شخصی که کارت گرفته بهش هدیه نقدی داده میشه و هم شخصی که اونو دعوت کرده حالا چه اتفاقی میفته؟ یک آقا یک خانوم میاد روی لینکی که ما گذاشتیم کلیک میکنه ثبت نام میکنه کارتشو میگیره و طبق چیزی که شرکت الان گفته تا سی مارس یه خرید کوچیکی هم انجام میده باهاش 60 یورو به حسابش واریز میشه و 60 یورو هم ما میگیریم حالا ایشون میتونه اون کدی که مخصوص خودش هست و به همسرش به دوست و آشنا بده و بعد از اینکه این پروسه برای اونا هم تکرار شد 60 یورو اونا بگیرن و 60 یورو خود این شخص بگیره البته اینکه میگیم 60 یورو چیزیه که خود شرکت توی هر پروسه زمانی تکرارش میکنه یه زمانی هست میگه 20 یورو یک زمان میگه 40 یورو یک زمان میگه 45 یورو بستگی داره که اون مدت زمانی رو که مشخص میکنه کی هست و مقدارش هم شما میتونید وقتی ثبت نام کردید خیلی راحت ببینید که چه مقداری به شما که برای دعوت کردن یک شخص دیگه انجام میدید بهتون پرداخت میکنه نکته آخری هم که باید بگم که خیلی ها براشون سؤاله آقا این اعتبار اولیهیه که وقتی کارتو میگیرید به شما میده این اعتباره میتونه از 50 یورو باشه تا 200 یورو 500 یورو اعتبار اولیه اوایل من یادمه که 800 یورو هم اعتبار اولیه رو میداد الان خیلی کمتره ولی اصلا مهم نیست شما بعد از اینکه با این کارتتون کار میکنید یواش یواش این اعتبار شما رو میبره بالاتر حتی شده تا 6000 تا و 7000 تا حتی تا 10000 تا هم شنیده شده که اعتبار کارت به شما تعلق میگیره و این اعتبار بر اساس خریدیه که شما انجام میدید به مرور زمان بیشتر و بیشتر میشه و اما مزایای این کارت چیه؟ یکیش رایگان بودن خدماتیه که به شما میده خدماتی که بهتون میده رو با کارمزد و سودی که در قبال پولی که به شما قرض میده ازتون میگیره رو اشتباه نگیرید خدماتی که به شما میده به عنوان مثال یه کارتی رو شما گم میکنید و اون کارت رو برای شما صادر میکنه و بهتون دوباره میده شما هر بانکی توی آلمان حساب باز کنید اگه کارتتون رو گم بکنید کارت جدید باید پول پرداخت بکنید تا بهتون بده به غیر از حالا اون کارمزدایی که روی هر پولی که به شما میده ازتون میگیره این رایگانه یا به عنوان مثال شما میخواید از یک خودپرداز با مستر کارتتون برید پول نقد برداشت بکنید بدون اینکه هزینه خدمات بین بانکی رو از شما بگیره پول رو به شما پرداخت میکنه یه بار دیگه میگم خدماتی که بهتون میده با سود یا کارمزدی که در قبال او پول بهتون میده رو اشتباه نگیرید یکی دیگه از مزایای این کارت اینه که شما توی هر جایی توی هر کشوری که باشید میتونید هم از فروشگاه های معمولی خرید بکنید هم میتونید از فروشگاه آنلاین خرید بکنید هم میتونید یک اتاق یک هتل رزرو کنید هم میتونید بلیت هواپیماتون رو باش خریداری بکنید از همه مهمتر اینه که شما وقتی از یک کشوری به یک کشور دیگه میری ممکنه واحد پولی اون کشور تغییراتی داشته باشه شما میتونید با این کارت خودش به صورت اتوماتیک وار پول شما رو تبدیل میکنه و وقتی که از آبر بانک یا جای دیگه میخواین پول بگیرین اون پول رایج اون کشور رو به شما میده هرچند برای این یه کارمزدی میگیره ولی خب برای شما خیلی بهتره چون توی وقتتون صرف جویی میشه یکی دیگه از مزایای این کارت اینه که یک اعتبار اولیه به شما میده و با فعالیتی که شما میکنید و خریدی که از طریق این کارت انجام میدید اعتبار شما رو بالاتر میبره حالا به چه دردی میخوری این اعتبار؟ هم به عنوان یک وام میشه روش حساب کرد و هم اینکه یک موقع یک حزینه ای که شما اصلا فکرشو نمی کنید یه دفعه اتفاق میفته و میتونید از این کارت استفاده بکنید و بعد بتونید این پول حالا یا به صورت اقساط که باید کارمزدش هم بدید پرداخت بکنید یا اینکه بعد از یک ماه شما کل پول رو پرداخت میکنید و هیچ هزینه و هیچ سودی حتی در قبال اون پولی که به شما اعتبار داده دریافت نمیکنه بعضی وقتا هم شنیدم که میگه آقا این کارت رو نگیر بابا بدبختت میکنه یکی گرفت بیچاره شد آره اگر شما یک ماشین هم بخری چشاتو ببندی پاتو بذاری رو گاز چهار نفر رو باید بخ میکنی خودت هم روش ولی اگر اصولی استفاده بکنی از این کارت نه تنها ضرر نداره بلکه در مواقع ضروری هم کمکت میکنه پس در استفاده از این کارت حتما حتما مراقب باش یکی دیگه از خدماتش خدمات 24 ساعته به مشتریاشه سرویس میده 24 ساعته به مشتریاش ولی خب خیلی یا شاکیان که آقا ما هر وقت تماس میگیریم باید نیم ساعت یه ساعت چه دقیقه پشت خط منتظر باشی. بله شما توی ساعت شلوغی تماس میگیری ساعت ده صبح ساعت دوازده دو تماس میگیری احتمالش هست که باید خیلی زیاد منتظر باشی. ولی وقتی خدمات 24 ساعته داره شما بذار ساعت 11 شب زنگ بزن شما بذار 12 شب زنگ بزن بلا فاصله پاسخ میدن و دیگه هم نیاز نیست نیم ساعت 40 دقیقه منتظر باشی یکی دیگه از مزایاش همین خدمات و سرویس دهی 24 ساعتش هست یه شماره تماس روی هر کارتی وجود داره که وقتی باش تماس میگیری کاملا رایگانه یعنی شما اگه حتی شارژم نداشته باشه گوشید میتونی به راحتی و رایگان باشون تماس بگیری و سوالتو مطرح کنی و مشکلتو بگی این هم یکی دیگه از مزایای اونه یکی دیگه از مزایایی که بهتون میده بیمه مسافرتیه یعنی نه تنها کسی که کارتو داره زیر پوششش قرار میگیره حتی همراه اون شخصم هم زیر پوشش بیمه قرار میگیره هرچند بیمه خیلی تاپی نیست ولی باز بهتر از هیچیه تمام این مزایایی که گفته میشه وقتی وارد وبسایت میشید تمامش رو خودتون میتونید مطالعه کنید نمیشه اینجا بیام و تک تک اونا رو بخوام توضیح بدم چون ویدیو فکر میکنم باید 10 تا 15 تا ویدیو در مورد هر کدومشون تک تک گذاشته بشه ما فقط مزایا رو دونه به دونه میگیم هر کی براش جالب باشه کنجکاو بشه میتونه توی خود وبسایت کامل تمامشون رو مطالعه کنه یکی دیگه از مزایایی که وجود داره باز بست به اون اعتباری که به شما میده یعنی یک اعتبار به شما میده شما بدون اینکه پولی واریز بکنی میری خرید تو انجام میدی بر اساس اعتباری که داره مثلا یه اعتبار 500 یورویی بهتون میده شما میرید این ماه اول ماه 500 یورو یه چیزی میخرید باید تا ماه آینده یعنی بیستم ماه آیندهش این پولو برگردونید به کجا؟ به حسابی که به شما داده میشه و باید فقط و فقط از حسابی که بهش معرفی کردید این پولو پرداخت بکنید حالا اگر نیومدید پرداخت بکنید چه اتفاقی میفته؟ اونجاست که میاد دیگه از شما سود میگیره یکی دیگه از مزایایی که داره اینه که شما از طریق اپ برنامه خود مسترکارت میتونید مستقیما از مسترکارتتون پول واریز بکنید به حساب بانکیتون جالب نیست؟ یعنی هر موقع پول لازم شدید واقعا آه، نه همینجوری علکی بریزید میتونید خیلی راحت با یک کلیک از مسترکارتتون پول بریزید به حساب بانکیتون حتما هر کدوم از این مزایا رو اگه متوجه نشدید مثلا همین واریز کردن پول از مسترکارد به حساب بانکی اگر نمیدونید به چه صورت هستش حتما برای اون بنویسید یه ویدیوی کوتاه مختصر مفید میذاریم و بهتون میگیم چجوری این کارو بکنید یه بار دیگه تکرار میکنم که اگر هنوز عضو کانال نیستید حتما سابسکرایب کنید این پایین و حتما رو زنگوله بزنید وقتی روی زنگوله میزنید ویدیو که گذاشته میشه اولین نفرهایی هستید که مطلع میشید بعضی از اخباری که ما میذاریم تاریخ مصرف داره یعنی اگر بعد از چهار روز اومدید و اون ویدیو رو دیدید دیگه به دردتون نمیخوره پس حتما اون زنگولش زده بشه سعی میکنم در مورد کارت اعتباری دیگه ای که توی آلمان میتونید بگیریدم ویدیو بذارم در مورد معایب مسترکارت و اصلا کلا کارت های اعتباری هم یه ویدیوی مجزا هستش سوالاتون رو یادتون نره که پایین ویدیو بنویسید تا زمانی که هنوز لینکش این بالا نیومده شما فرصت دارید که سوالاتتون رو بنویسید هر سوالی در مورد مستر کارت دارید توی یه ویدیو مجزا کامل میخوایم در موردش توضیح بدیم که هیچ تا حالا اونقدر کامل توضیح نداده باشه ویدیوهای بعدیمون رو حتما ببینید خدا نگهدار